سفر رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن و تاثیر آن بر سیاست آمریکا در برابر ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است جان بنت در گزارشی در رول کال با عنوان انتظار می رود مکرون در سخنرانی در برابر نشست مشترک کنگره از روی کرده نتانیاهو پرهیز کند می نویسد جف لایت فود از شورای آتلانتیک می گوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سخنرانی در برابر نشست مشترک کنگره به دنبال کمپین علیه توافق هسته‌ای پرزیدنت اوباما با ایران بود در حالی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانیش در برابر قانونگذاران آمریکایی از یک سو میکوشد توافق هستهای موجود را از خطر سقوط نجات بدهد و از سوی پرزیدنت ترامپ و جمهوری خواهان متحد او در کنگره را به کمک به بهبود آن مجاب کند هنری فرناندز در گزارشی در فاکس بیزینس با عنوان کلیان کانوی ترامپ در حالی که رهبران اروپا توافق ایران را ارزیابی می کنند اداره امور را در دست می گیرد می نویسد کلیان کانوی مشاور پرزیدنت دونالد ترامپ می گوید تأثیر ترامپ در تنظیم دستور کار مسائل در سراسر سر جهان شامل نفوذ بر رهبران اروپا بر سر توافق هسته ایران تجارت و ثبات بخشیدن به شبه جزیره کره چشمگیر بوده است. کانوی گفت ترامپ توانست موافقت مکرون را جلب کند تا فعالیت های حسده ای ایران ادامه پیدا نکنه. ریک نواک و آرین کانگینگ هم در تحلیلی در واشنگتن پست با عنوان ترامپ و مکرون بر سر توافق ایران مخالفت دارند این دلیل حفظ آن توسط اروپا است می اروپایی ها فکر می کنند یک توافق ناقص بهتر از نداشتن توافق است سازمان های اطلاعاتی از کاهش تلاش ایران برای دسترسی به فناوری جنگ افزار هسته خبر می دهند. اروپا می تواند بدون حمایت آمریکا به برجام پایبند بماند که هزینه سیاسی سنگینی خواهد داشت ایلای لیک در یادداشتی در بلومبرگ با عنوان ترامپ، مکرون و مرکل در بحران ایران از فرصتی برخوردارند، می نویسد آنهایی که می توافق هسته ای ایران را باطل کنند و آنهایی که می آن را ترمیم کنند، احتمالا هر دو به یک گزینه قوی سوم بی توجهی کردند. حفظ سرنوشت آن در برزخ. هر هفته بیعملی، هر هفته رفت آمد میان متحدان غربی زمان بیشتری به تحقق انقلاب بعدی ایران می‌دهد. توافق هسته ای ایران را لغو یا تقویت نکنید فقط بگذارید رژیم به اسم احلال خود ادامه بدهد دولت ترامپ در آستانه موافقت با تولید موشکهایی در ایران است که قادر به نابودی اسرائیل است می نویسد به گفته منابع آگاه مذاکره کنندگان ارشد دولت ترامپ پس از هفته ها مذاکره با کشورهای اروپایی در برابر این درخواست عقب نشینی کردند که فقط فعالیت موشک های بالستیک تا موشک های دوربرد محدود شود و زرادخانه های موشک های برد کوتاه و میان برد دست نخورده باقی بماند این موشکها به راحتی اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه را در تیررس قرار می دهد.